بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، محترم و معزز شبکه نصر تیوی. از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستیم خداوند متعال رو شاکرم. خدمت شما عرض کنم توی جلسات گذشته ما در مورد بحث عهد الهی صحبت کردیم، عهدی که با نوح بسته شد و نماد اون رنگین کمان بود، اونطور که کتاب مقدس میگه، تورات، سفر پیدایش. بعد اون عهد با ابراهیم بسته شد و ذریه ابراهیم و نماد اون ختنه کردن فرزندان بود و خداوند در کتاب پیدایش باب 16 شماره 14 گفتش که اگر کسی ختنه نکند عهد مرا شکسته است از فرزندان ابراهیم. گفتیم که اون قربانی بزرگ همانطور که تورات اثبات میکنه، و یعنی با وجود اینکه دوست داره بگه اسحاقه اما در متون خودش باقی مانده اسماعیله، اما به هر حال که این مورد تایید قرآن هم هست که اسماعیل بوده، مورد تایید تاریخ هم هست چون فرزند بزرگ رو قربانی میکردن. در ادامه گفتیم که خدا وعده داد به ابراهیم که نسل کثیری از تو به وجود بیارم، سفر پیدایش باب 16 آیه 1 و 2، تعداد فرزندان تو رو زیاد میکنم. در پیدایش باب 16 21 تا 27 خدا گفت عهد رو با اسحاقی میبندم که در خدمت شما عرض بکنم سال آینده از همسرت ساره به دنیا میاد. یک بار خدا پرانتزی رو باز کرد و پرانتز رو بست و در داخل اون اومد صحبت از چی کرد؟ از این که این عهد با خدمت شما عرض بکنم اسماعیل هم بسته خواهد شد، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را بسیار کثیر کنم، از او 12 پیشوا و امام پدید آورم، از نسل اسماعیل 12 امام خواهند آمد، وعده الهی است، و از او امتی عظیم به وجود آورم. جالب بدونید که در نسخه های آرامی و عبری تورات علاوه بر 12 امام کلمه معد هم هست، معد که به پروفت محمد یا پیامبر محمد هم اشاره شده بوده، حالا در نقاط در ورژن های جدید از کتاب مقدس حذف کردن چون دوست نداشتن این مسئله رو ببینن. اگر فرصت باشه قول رو بهتون میدم که پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در کتاب مقدس بهتون بیشتر نشون بدم، نشانه های وجودیش رو. خدمت شما عرض بکنم که خدا گفت با اسحاق عهد رو میبندم، او رو هم باید همون بحث مختون شدن رو اجرا بکنی. باب پیدایش باب 16 21 تا 27 من قسمت اولی آیه رو خوندم جلسه قبل، اینو ادامه میدم. و چون خدا از سخن گفتن با وی فارغ شد، از نزد ابراهیم صعود فرمود و ابراهیم پسر خود اسماعیل و همه خانزادان را و زرخریدان خود را، یعنی هر ذکوری که در خانه ابراهیم بود گرفته، گوشت قلفه ایشان را همان روز ختنه کرد و چنان که خدا به وی امر فرموده بود. و ابراهیم 99 ساله بود وقتی که گوشت قلفه خودش مختون شد و پسرش اسماعیل 13 ساله بود، یعنی اسماعیل از اسحاق 13 یا 14 سال بزرگتره، چون زمانی که اسماعیل 13 سالشه خدا به ابراهیم گفت سال آینده برای تو پسر رو به دنیا میاره، بر مبنای کتاب مقدس البته. هنگامی که گوشت قلفش مختون شد، در همان روز ابراهیم و پسرش اسماعیل مختون گشتند و همه مردان خانهش، خانزاد، خواه خانزاد و خواه زرخرید از اولاد اجنبی با وی مختون شدند. پس ختنه شدن شد بحث وحی، اون عهد الهی. اما می‌خوایم صحبت بکنیم ببینیم آیا این عهد ادامه پیدا کرد بعد از اسحاق با کی. گفتیم یه پرانتز رو خدا در مورد اسماعیل گذاشت و اون رو ادامه نداد. بریم ادامه میدیم ببینیم بحث چه شد. خداوند متعال در کتاب مقدس این بار در تثنیه باب 4 آیه 10 تا 20 میگه اون عهد رو با موسی بستن. عهد رو چه کار میکنه؟ با حضرت موسی میبنده. اگر تمایل داشته باشید میتونیم یک بخشای از این رو از رو براتون بخونم. در روزی که در حضور یهوه خدای خود در حوریب ایستاده بودی و خداوند به من گفت قوم را نزد من جمع کن تا کلمات خود را به ایشان بشنوانم، تا ایستادید بشنوانم تا بیاموزند که در تمامی روزهایی که بر روی زمین زنده باشند از من بترسند و پسران خود را تعلیم دهند. و شما نزدیک آمده زیر کوه ایستادید و کوه تا به وسط آسمان به آتش و تاریکی و ابرها و ظلمت غلیظ میسوخت و خداوند با شما از میان آتش تکلم کرد و شما آواز کلمات را شنیدید لیکن صورتی ندیدید بلکه فقط آواز را شنیدید. حالا اون آواز چی بود؟ این وعده خود را که شما را به نگاه داشتن آن مأمور فرمود برای شما بیان کرد، یعنی 10 کلمه را، و آنها را بر دو لوح سنگ نوشت. پس عهد خدا اینها دوباره با حضرت موسی و بنی اسرائیل تأکید میشه، یعنی از اولاد اسحاق یعقوب به دنیا میاد، از یعقوب 12 پسر،
از این پسران که اینها به مصر کوچ میکنن، در اونجا در زمانی که یوسف به قدرت میرسه، به حکومت میرسه، اقوام خودش و برادران خودش رو میاره به اونجا. بعد از رحلت حضرت یوسف، بعد از چند سال حضرت موسی به قدرت میرسه، بنی اسرائیل رو بلند میکنه تا به سمت سرزمین مقدس بیاد و خدا عهد رو دوباره تکرار میکنه. میگه 10 فرمان همان نشان عهد بود، یعنی مضامین اون عهد 10 فرمان بود که خدمت شما عرض کنم بحث 10 فرمان کاملا چیه؟ مشخصه که این فرمان ها چه بوده است. خدمت شما عرض کنم میگه آنها را بر 2 لوح سنگ نوشت. پس این عهد را اونجا هم چی بسته شد. در سفر خروج، کتاب خروج از تورات باب 19 آیه 1-8 دوباره عهد رو تکرار میکنه و دوباره تاکید میکنه، دوباره عهد رو میبنده. و در ماه سوم از بیرون آمدن بنی اسرائیل از زمین مصر، در همان روز به صحرای سینا آمدند. در صحرای سینا این عهد گرفته شده و از رفیدیم کوچ کرده و به صحرای سینا رسیدند و در بیابان اردو زدند و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند و موسی نزد خدا بالا رفت و خداوند از میان کوه او را ندا داد و گفت به خاندان یعقوب چنین بگو. خاندان یعقوب یعنی فرزندان اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل. و بنی اسرائیل را خبر بده، شما آنچه من به مصریان کرده ام دیده اید و چگونه شما را بر بالهای عقاب برداشته نزد خود آوردم. اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقه بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، یعنی شرط نگاه داشتن عهده، همانا خزانه خاص من از جمیع قوم ها خواهی بود، زیرا که تمامی جهان از آن من است. اگر عهد و نگه دارید چوزن پیپل خواهید بود، قوم برگزیده، در غیر این صورت خیر، و شما برای مملکت من کهنه و امت مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که به بنی اسرائیل می باید گفت. پس موسی آمده مشایخ قوم خود را خواند و همه سخنان را که خداوند او را امر فرموده بود بر ایشان القا کرد و تمامی قوم به یک زبان در جواب گفتند آن چرا خداوند امر فرموده است خواهیم کرد. و موسی سخنان قوم را باز به خداوند عرض کرد. پس عهد شد 10 فرمان و اینکه عید شبت و روز شبت را نگه دارن، روز شنبه را به عبادت بپردازن و از کسب و کار را های اون قوانینی که یهودیان دارن در مورد روز شنبه. خب این عهد با موسی هم بسته شد، اما آیا بنی اسرائیل عهد را نگه داشتند؟ تورات میگه نه خیر، کتاب مقدس میگه نه خیر، ارمیای نبی رسما در کتاب خودش رسما آورده که اینها عهد رو خیلی جدی شکستن و نتوانستن عهد رو نگه دارن. خدمت شما عرض بکنم که و خدا در با سفر تثنیه باب 28 آیه 9 تا آخر تهدید کرد که اگر عهد رو بشکنید این بلاها رو سرتون میارم. و این عهد مشروط و دو طرفه است، یعنی به شرطی من عهد رو نگه میدارم که شما عهد رو نگه دارید. نکته بسیار جالب اینه که در قرآن این همین آیه آمده، میگه به عهدم وفا کنید ای بنی اسرائیل تا به عهدتان وفا کنم، یعنی شرط عهد اینه. قرآن میگه بنی اسرائیل، تایید میکنه حرف تورات و کتاب مقدس که بنی اسرائیل عهد رو شکستن. آیه قرآن اینه فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه، میگه چون اینها عهد رو شکستن ما اونها رو لعنت کردیم. در تثنیه باب 28 آیه 9 به بعد جالب بحث ملعون شدن آمده کاملا، وقت در آمدنت ملعون، وقت بیرون رفتنت ملعون خواهی بود و به هر چه دست خود را برای عمل نمودن به آن دراز کنی بر تو لعنت و استراب و سرزنش خواهد فرستاد تا به زودی هلاک و نابود شوی به سبب کارهایی که با آنها مرا ترک کرده. یعنی خدا میگه اگر عهد رو بشکنی چی؟ لعنت خواهید شد. در اینکه این عهد رو شکستن شکی نیست، اما متاسفانه خاخام‌های یهودی به این سمت رفتند که به جای اینکه بیان خودشون رو اصلاح بکنن و بپذیرن، اومدن گفتن ما حتی اگر عهد رو بشکنیم بازم اتفاقی برای ما نمیفته. جالبه بدونید توی این ماجرا خدا شبیه به یک عاشق دل شیفته هست که عقلانیت، پناه بر خدا، عقلانیت نداره و عاشقی است که با وجود اینکه طرف مقابلش زنا میکنه و زناهای فراوان میکنه، اما زنش رو طلاق نمیده. میدونه کسان دیگر با زن و همسر او هستن، اما پذیرفته اینو چون عاشق زنشه. این رو متاسفانه شما در تحریفات که ما قطعا به نظر بنده این تحریف هیچ شک درش وجود نداره، چون خیلی خیلی زننده است و به هیچ وجه من نمیتونم بپذیرم که کتاب الهی این باشه، و اگر کتاب الهی که بخواد اینها رو برای من بیاره من جدا در اون شک میکنم. اینو من تحریف میدونم. به عنوان مثال من مواردی هستش که اینجا آماده دارم، پرینت گرفتم میتونم براتون بخونم. در کتاب در دوم پادشاهان 9-10 بحث خدمت شما عرض بکنم یزرائیل را نام میبره. یزرائیل ماجرای بدی است که در ذهن اسرائیلی ها زنده میشه و خاطره از شکست اونها داره.
حالا توضیح میدم. خدا در کتاب هوشع یک مثالی زده میشه. هوشع خودش رو شبیه به خدا میدونه و زنش رو شبیه به اسرائیل. میره سراغ با یک زن ازدواج میکنه و عاشق او میشه و از او بچه دار میشه. از او یزرائیل، لو روحمه و لو اما به دنیا میان. یزرائیل، این اسم هم هوشع با فکر گذاشت. یک، یزرائیل نماد شکست گفتم کتاب دوم پادشاهان آورده، نماد شکست سخت بنی اسرائیل که حواسشون رو جلب بکنه که عهد خدا رو بشکنید، خدا این بلاها رو سر شما خواهد آورد. خدمت شما عرض بکنم که مورد دیگر، بعد فرزند دیگه، لو روحمه. لو روحمه در زبان عبری از کلمه لو یا لا به معنی نه و خیر که در عربی هم همینه. روحمه یعنی رحم، یعنی دیگه خدا بهتون رحم نمیکنه. پس هوشع با همسرش همان برخوردی رو داره که خدا با اسرائیل داره. اما در این زبان تمثیلی ببینید چی میگه. هوشع و جمر همسرش، باب دو کتاب هوشع، صحبت از این میشه که از او سه تا فرزند به دنیا میاد، سه فرزند، اما مادرشون کماکان زنا میکنه. چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش این میشه که هوشع اعتراض میکنه به این کار. به برادران خود عمی بگویید و به خواهران خیش روحمه، مهاجه نمایید. با مادر خود مهاجه نمایید، زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم. لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنمایید. مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خوش گردانده به تشنگی بکشم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود. خب اگر زن هوشع اسرائیل باشه، بچه‌هاش میشن چی؟ بنی اسرائیل. یعنی هوشع داره با یه زبان تمثیل و استعاره به اینا هشدار میده، چون که فرزندان زنا میباشند، زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان بیشرمی کرده است که گفت در عقب عاشقان خود که نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من دادن خواهم رفت. جالب بدونید نان، آب، پشم، کتان، روغن و شربت موادی بود که بنی اسرائیل خرج بت‌ها میکردن. یعنی بنی اسرائیل بعد از ماجرای یکتاپرستی به سمت بت‌پرستی دوباره پیش رفتند. و جالب اینها رو میاد میگه که در قالب این که همسر هوشع به کسانی میداده که با او زنا میکردن، یعنی او یه چیزی به اونها میداده. بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست و گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید و هرچند ایشان را به طلبت نخواهد یافت. پس خواهد گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم. میگه کاری میکنم که به معشوقه هاش نرسه، پس برگرده سراغ شوهر خودش. یعنی چی؟ یعنی اسرائیل برگرده سراغ خدا. خدا رو ول کرده، داره بت پرستی میکنه بنی اسرائیل. و واقعا اتفاق افتاد، اینا ملک میپرستیدن، ملکیست بودن، اشیر میپرستیدن، بعل میپرستیدن. جالب بدونید نماد بعل یک ستون چاروج هست که نوکش هرمی داره، همون ستونی که شما در روبروی کنگره ایالات متحده آمریکا میبینید، همون ستونی که شما در واتیکان میبینید، همون ستونی که در میدان کنکورد فرانسه میبینید. این نمادی است که یهودیان بردن با خودشون اونجا کاشتن و این اصلا نماد خوبی نیست، نماد شیطانه، نماد کنار زدن خداست. جالب بدونید تنها جایی که به این نماد توهین میشه فقط و فقط در مراسم حج مسلمانانه که به این نماد سنگ میزنند. نه خیر، میزدند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وهابی ها که یک فرقه ساخته انگلیس هستند در میان مسلمانان، اینها دستور دادن دور این نماد رو دیوار بکشن که سنگ با اون نماد برخورد نکنه و مردم موقع زدن اون رو نبینن. یعنی تنها جایی بود که به اسلام، به عزم خام، به شیطان توهین میشد. و بدانید در تمام کشورهای دنیا تنها جایی که نماد بعل به آتیش کشیده میشه فقط در ایرانه که در مراسماتی و کارناوالهای ملی و مذهبی که دارن در خیابون بعل رو به آتیش میکشه. یعنی تنها جایی که الان کتاب مقدس رو، این بندش رو داره اجرا میکنه، شیعیان ایرانی هستن. شیعه یک شاخه از اسلام هستش که عمده مردم ایران شیعه هستن. و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید و هرچند ایشان را به طلبت نخواهد یافت. پس خود خواهد گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از کنون مرا خوشتر میگذشت. اما او نمیدانست که من بودم که گندم و شیر و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای این عبارت بعل صرف میکردن برایش را میافزودم. یعنی اینجا خیلی دیگه زبان استعاره را کنار میذاره، میگه بنی اسرائیل برای بعل، خدمت شما عرض کنم، این کار رو انجام میدادن. ماجرای بعل همون ماجرایی است که الیاس نبی در کتاب مقدس بهش اشاره میکنه که میگه انبیاء بعل 400 نفرن.
جالبه بدونید این در قرآن هم باز تایید شده. قرآن کتاب‌های قبل از خودش رو همه رو تایید و تاکید کرده. حضرت الیاس در قرآن میگه اتدعون بعلم و تذرون احسن الخالقین، آیا بعل رو میپرستید و بهترین خلق کنندگان یعنی خدا رو فراموش کردید؟ نکته که وجود داره این خوبه. حالا فرض بکنیم این تحریف هم باشه، یعنی یک کاهن به نام هوشع اینو نوشته باشه به اسم خودش و گفته باشه از سمت خداست، یا اینکه نه واقعا هوشع پیامبری بوده یک چیزایی نوشته بعدن اومدن تحریفش کردن یک سری از این خاخام ها. اما بحث اینجاست که این ظاهرا معنیش اینه که میخواد به بنی اسرائیل بفهمونه شما رفتارتون با خدای خودتون فکر میکنه که رابطه عاشق و معشوقه که خدا به هیچ جهت با اینکه مثل رابطه یک زن و شوهره که اگر زنه بره زنا بکنه شوهر حق طلاق نداره. ها نه خیر، اینطور نیست، طلاق میده. تا اینجا شما بتونید بپذیرید ماجرا بعدش کاملا خراب میشه، یک اتفاق بسیار بد میفته. چه اتفاقی؟ این که در ادامه رسما هوشع باب 14 اشاره میکنه در مسئله زیتون رو مطرح میکنه و قبلترش خدمت شما عرض بکنم خیلی بد میگه. هوشع بعد از اینکه زنش رو طلاق میده، یعنی خدا اسرائیل رو طلاق میده، عهدو میشکنه، باید کی بیاد دوباره عهدو ببنده؟ همسر، زن یا بنی اسرائیل. اما هوشع نمیتونه دوری رو تحمل بکنه، دوری این زن زناکارشو، میره دوباره او رو از توی بازار در حالی که داشته زنا میداده بر روی سکوی قرار داده بودن او رو و پول خرجش میکردن، قیمت داشتن به مزایده گذاشته بودن او رو، قیمت داشتن میدادن، میره دو برابر بقیه قیمت میده و زن خودشو میخره میاره. این به بنی اسرائیل فهموند که اگر عهد رو بشکنید خدا چون عاشق شماست، چون شما رو خیلی خیلی دوست داره، میاد دوباره شما رو یعنی هر گناهی شما بکنید ایرادی نداره، چون رابطه شما با خدا رابطه زن و شوهری است که اونم مردی که شیفته و دلباخته همسرشه و او رو دوست داره، حتی اگه زناکار باشه او رو رها نمیکنه، با وجودی که میدونه زنا میکنه خودش قیمت بیشتر میده که همسر خودش پیشش بیاد. این باعث شد بنی اسرائیل بگن که ما عهد رو شکستیم اما خدا ما رو دوست داره، خدا مجبوره که با ما عهدو ببنده. این عهد دو طرفه نیست، یک طرف است، خدا باید اون عهدو نگه داره، ما لازم نیست عهدو نگه داریم به هیچ وجه من الوجود. خب این حرف غیر منطقی و دور از عقله. در کتاب اول پادشاهان باب 9 آیه 6 تا 9 رسما میگه و اما اگر شما و پسران شما از متابعت من رو گردانده اوامر و فرایزی را که به پدران شما دادم نگاه ندارید و رفته خدایان دیگر را عبادت نموده آنها را سجده کنید، یعنی همین اتفاقی که در مورد هوشع افتاد، آن را اسرائیل را از روی زمینی که به ایشان دادم منقطع خواهم ساخت و این خانه را به جهت اسم خود تقدیس نمودم، از حضور خیش دور خواهم انداخت و اسرائیل در میان جمیع قوم ها ضرب المثل و مضحکه خواهد شد. ببینید یعنی خدا بهشون وعده میده اگر عهد من رو بشکنید از سرزمین مقدس بیرونتون میکنم، و جالب همین اتفاق هم افتاد، عهد و شکستن، وعده الهی محقق شد، اینا رو بیرون انداختن. پس بنی اسرائیل هم عهد خودش رو شکست. موارد متعدد هست که میتونیم ذکر کنیم. ببینیم بعد از اسرائیل خدا عهد رو با کی بست. این رو موکول میکنیم به برنامه آینده، شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون بشه.